أعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. خدایا در این لحظه و در تمام لحظات سرپرست و نگهبان و یاور و رهبر و رهنما و چشم ولیت حجت ابن الحسن العسکری امام زمان باش تا لحظه ای که حضرت را آنطور که خوشایند او ساکن زمین فرمایی و بهره طولانی برای حضرت مرحمت بفرمایی. درود تو بر او و بر پدرانش باد. روزداران بسیار بسیار بزرگوار، قرآن دوستان عزیز و گرامی، سلام علیکم و رحمت الله. خداوند را هزاران هزار سپاس میکنم که باز توفیق داد مهمان قلوب شما باشم، مهمان خانه شما باشم و آیتی را از جزء نهم برای شما در این روز نهم ماه مبارک رمضان بخونم و معنا کنم. آیه 96 سوره مبارکه اعراف انتخاب کردم. رمز تحول در جامعه را بیان میکنه. تأثیرگذاری معنویات را بر مادیات بیان میکنه و راهکار رسیدن به جامعه مدنی امام زمان، جامعه فاضله، مدینه فاضله مهدوی را بر ما و شما بیان میکنه. بیشتر از این منتظر تا نگذارم، آیه را بخونم. ولو ان اهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض ولكن كذبوا فاخذناهم بما كانوا يكسبون. اگر اهل قریه ها، اهل آبادی ها، اهل شهرها، مردمان شهرها، قرا جمع قریه است، ما و شما قریه را به ده و روستا و آبادی میگیم، ولی در قرآن کریم قریه به معنای محلی است که مردم در آن اجتماع دارند. حالا شامل شهر هم میشه، شامل روستا هم میشه، شامل ده و قریه که ما و شما میگیم میشه. اگر اهل قریه ها، یعنی اهل آبادی ها، یعنی اگر مردمان شهرهای مختلف آمنو، دو کار انجام بدن. کار اول آمنو، ایمان بیاورن. یعنی چی ایمان بیارن؟ یعنی حقایق ثابت را باور کنن، خدا را باور کنن، پیغمبرانش را باور کنن، قرآن را بپذیرن و باور کنن، جانشینان پیغمبران را باور کنن. کار دوم و تقو، تقوی الهی پیشه کنن، پرهیز کنن از کارهایی که خداوند متعال حرام کرده، از گناهان دوری کنن، از سرقت، از زنا، از چشم چرانی، از دزدی، از خیانت به مال و جان و ناموس مردم، از گناهان کوچک و بزرگ دوری کنن. چه اتفاقی میفته؟ لفتحنا علیهم، حتما باز میکنیم، میگوشاییم علیهم بر آنها برکات من السماء والارض، برکت هایی را از آسمان و زمین، یعنی باران رحمت الهی را بر اونها نازل میکنیم، گیاهان و درختان زمین را میرویانیم، آنچه زمین حاصل میدهد برایشان میرویانیم. ولکن کذبوا، ولی متاسفانه اینا تکذیب کردند، اینها حقایق را نپذیرفتند. فاخذناهم، پس گرفتیم آنها را به ما کانو یکسبون، به خاطر آن چیزی که اینا کسب میکردن. این آیه شریفه به ما و شما میگه ایمان و تقوا در افزایش روزی، در آبادانی، در فراوانی نعمتهای مادی تأثیرگذار هست. آیات دیگر هم این حقیقت و این مطلب را تایید میکنه و میفرماید این مطلب را، از جمله در سوره مبارکه نوح هست. عزیزان سروران گرامی، خصوصیت و ویژگی آیه چیه؟ میگه اهل قریه ها، یعنی اگر یک نفر، دو نفر، برخی از مردمان ایمان بیاورن شاید این اتفاق نیفته، ولی وقتی که کل قریه ها، کل آبادی ها، کل مردمان ایمان بیارن و تقوا پیشه کنن، او زمان است که چه اتفاق میفته؟ او زمان است که برکات آسمان و زمین بر اینها میآید.
وقتی مولای ما، آقای ما، امام زمان عجل الله تعالی فرجه شریف میایه، او زمانی است که همه مردم ایمان آوردن، همه مردم تقوا پیشه کردن، نعمت ها بسیار فراوان میشن. اونقدر فراوان میشه که دیگه کسی فقیر پیدا نمیکنه که صدقه مال خود را بره به او بده، خمس مال خود را به او بده. به هر کسی که میگن آقا نیاز داری، میگه من نیاز ندارم، نیازمند نیستم، از بس برکات فراوان میشه. آری سروران عزیز و گرامی، اگر میخواهیم به او جامعه برسیم، به او مدینه برسیم و به آقای امام زمان برسیم، باید ایمان و تقوا را در جامعه گسترش بدیم، باید مردم دعوت به ایمان کنیم و مردم دعوت به تقوا کنیم. هر چقدر بتونیم ایمان و تقوا رو بیشتر کنیم، به همو اندازه به ظهور نزدیک میشیم و به همو اندازه به برکات آسمان و زمین نزدیک میشیم. از خدای متعال میخواهم همه ما را اهل ایمان و تقوا قرار بده، خانواده ما را، فرزندان ما را، نسل ما را اهل ایمان و تقوا قرار بده، جامعه ما را جامعه مؤمن و متقی قرار بده و انشاءالله آقای ما و مولای ما امام زمان بیاره تا برکات آسمان و زمین شامل حال همه ما شود. و السلام علیکم و رحمت الله.